سلام به همه تماشابینان برنامه های ساربان سفر. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه به شهروندان چی گفت؟ در این مسئله گپ میزنیم. حتما در ویدیو لایک کنین و تا آخرش تماشا کنین. در اینجا قید کردم میگذارم نفرهایی که میخواهین صاحب 61 دونه پدرک باشین، در همین ویدیو کامنتاریش ببینین، یک نمره واتساپ زکریپیت کردگی بدرین، در همون واتساپ سلام بنویسونین، آخرش اومدگی و ما از پای کار میشیم. حتما دستگیریتونه نشون میدین. خب موضوع اساسی امروزه ما اید شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه و سخنرانی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه. مهاجران کاری بیشتر در برای بازداشت غیرقانونی و رعایت نشدن حقوق و منفیت های آنها از جانب کارمندان مقامات مربوطه روسیه شکایت میکنند. گفته می شود که در فدراسیای روسیه شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان که در قلمرو این کشور کار و فعالیت می نماید از جانب حقوق شناسان شورای جمعیتی برگزار گردید و گفته می شود که شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان برای شهروندان جمهوری تاجیکستان گفت که هر کسی اگر یگان مشکلی هایی که دارد یا به یگان مشکلی هایی که روبرو می شود می تواند به شورای جمعیتی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه مراجعه نمایند. با اطلاعات شورای جمعیتی در این روز شهروندانی که وابسته به بازداشت غیرقانونی رعایت نشدن حقوق و منفیت های آنها از جانب کارمندان مقامات روسیه، قرارهای به اساس صدها و دیگر مسئله های مربوطه در سمت مهاجرت مهنتی مراجعه می نمایند. شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان گفت به شهروندان جمهوری تاجیکستان توصیه و مشورت های حقوقی داده می شود و هر کسی که می خواهد به شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان رفته مراجعه کند روزی قبول دارند، یعنی که هر هفته روزهای شنبه از جانب حقوق شناسان شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه روزی قبول شهروندان تاجیکستان براه مانده شده. حقوق شناسان به شهروندان توصیه و مشورت های حقوقی پیشنهاد می نمایند. از این لحاظ شهروندان جمهوری تاجیکستان می توانند که با سراغه سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو، سراغه که عین حال نوشیدگی بود، به همجا رفته مراجعه کنند برای مشکلی هایی که روبرو می شوند و از جانب شورای جمعیتی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه مسئولیت های حقوقی داده می شود و راهی حل مشکلی ها پیشکش کرده می شود. خب اکنون کامنتری های شما را می خونیم و به سوال های شما جواب می گردونیم. با دقت باشید. در همینجا قید کردم میگذارم اگر نفرهایی که بخواهند فهمیدن که از روسیه زپره دارن شما یا که نه، یا که نفرهایی که بخواهند فهمیدن رجیستراسیای شما در باز دانی روسیه هست یا که نه، در رقم های روی اکران در واتساپ بنویسونین، پرورکا میکنم و جوابش برای شما میگم. فریدون شو نویسونده: سلام برادر عزیز، میگی سلام بنویسین، همیرا در کجا بنویسین؟ خب برادرای عزیز، همی ویدیو در کامنتری اش ببینین، یا نمره رسای اون نمره واتساپ های بدروی درم واتساپ بنویسونین. کسایی که میخواهین دستگیری کنین ای برای شما تعلق داره، ا کسایی که میشو دستگیری کردن نمیخوان با او کسو تعلق نداره و ما 61 دونه پدرکه برای شما جدا کردگی هستیم. یک کس نویسنده: السلام علیکم اکا، ما پتنت دارم، دو ماهی دیگر مونده، ما تو همی وقت رجیستراسیا کردم همش فالشی میبرومد، ما حوزی چکی پتنت نسپریدم، گرانی چگزارم پتنتی نو کردم، میتونم اگر که شما چکی پتنت سپریدگی نباشین و یک بار اول پرسون بشین که پتنت شما انولیر و چیدگی هست یا اینکه نه، چون که در حالت که اگر پتنت شما را انولیر و کرده باشن و شما گرانیت سرم بگذارین، اگر تا مدت یک ساله حجت برای گرفتن پتنت سپریده نمیتونین. بابا جانوف نویسونده: السلام علیکم، سربلند باشی برادر، چخیل فهمم که دپور داریم یا اینکه نه، ما حوزی در دوشنبه قرار داریم، اگر که شما بخواین همه لینیه های فدراسیای روسیه را پرورکا کنین که زپره دارین یا اینکه نه، شما میتونین با مرکز مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان رفته مراجعه کنین، در اونجا حوزی یک کارخانه نو چخیلی که گفتیم کشوده شده، یه کارخانه شناسنامه و روادید فدراسیای روسیه که با مردم جمهوری تاجیکستان همین خدمت رسانی ها را پیشنهاد کرده یسته، در اونجا تمام لینیه هاش را پرورکا کردن میتونین. جورایف نویسونده: سلام برات، رحمت که هر روز خبرهای نو رو به ما میرسونی، میخواهم دونم که اگر سرتیفیکات داشته باشی با اگزامین میگیرم برای پاتنت، با
برای دانستن زبان روسی گفته سه باشه، اگر نه همون سرتیفیکاتی که شما میرین پیشنهاد میکنین همون حجت هسته که مقصد شما امتحان سپاریدگی هستین و مثال وقتی که از امتحان گذشتین زبان روسی را خوب که دانسته باشین همون سرتیفیکات در همون حالت میتین با شما. یکی از نویسنده سلام بچم سوربان جان، من مادر نشان جان میشوم، بلیت گرفته تاجیکستان میرم میگه، یک ماه میشتم میگه، بعد با آمده میتونه یا اینکه نه. اگر که یگان نمود قانون ویران کردگی نباشین، یگان نمود حجت های شما فالشیوی نباشه، همش مقصد 100% توری باشه، بله وقتی که از روسیه برآمدی لبای وقت دل خواهد با ابراد میرین. یکی از نویسنده سلام علیکم اکا جان شری نه، سلام اینومی کلخوز آباد باشی شری نری، زنده و سربلند باشین مردمی تاجیک، در هر کجایی که باشین خدا نگهبانتون. یک کسی دیگر نویسنده پدر گرژدنین پاسپورت داشته باشد، ای پسرش سرتیفیکات میگیرند. ما دینا ویدیو کردیم و گفتیم که یک گروه نفرها از سپاریدن امتحان آزاد میباشند، از جمله پدرهایی که گرژدنین میباشند یا فرزندهایی که گرژدنین میباشند، همین کسی که با کسی را اسنوان نشیده میتونند همون نفرها آزاد میباشند. خب تماشابینان عزیز و گرامی قدر، نوار امروز را جنبست میکنیم تا ویدیوهای دیگر. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.